31 شهریور سال 1359، ساعت 14. نیروی هوایی عراق با الگو از تاکتیک نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه‌های هوایی کشورمان حمله می‌کند. با وجود تحریم‌ها و مشکلات سازمانی ناشی از وقوع انقلاب، عصر همان روز F-14های پایگاه شیراز برای دفاع از حمله احتمالی عراق بر روی خارک پرواز می‌کنند. روز بعد در حالی که فانتوم ها و F-5 ها در عملیات مخوف سایه البرز به اهداف خود در عراق حمله می کردند، خلبانان F-14 اجازه نزدیک شدن هیچ هواپیمایی را به نقاط حیاتی کشور نمی دهند. هجوم عراق نتیجه حقارتباری را در بر دارد. جنگنده های F-14 در زمان تولید از بالاترین تکنولوژی روز برخوردار بود، آنچنان که هنوز هم نامشان در فهرست مجهزترین و گرانترین جنگنده های دنیاست. این مجموعه اما داستان تلاش مردانی است که بدون برخورداری از امکانات کامل این جنگنده و در دوران دشوار تحریم ها توانستند این پرنده جنگی را به طور کامل به خدمت بگیرند و از آن سلاحی هراس‌آور برای دشمن بسازند. کابوسی که خلبانان عراقی مجهز به پیشرفته ترین هواپیماهای جنگنده را به وحشت انداخت. بنابر اسناد و مدارک موجود، نخستین تجاوز هوایی عراق در فروردین ماه 1358 و در منطقه گمرک بهرام‌آباد مهران رخ داد. اما فعالیت‌های ارتش عراق از نیمه دوم فروردین سال 1359 در منطقه خوزستان آغاز شد. پاسگاه‌های ژاندارمری استان خوزستان طی گزارش‌هایی از وجود بالگردهای عراقی خبر می‌دهد که شبانه به مخالفین جمهوری اسلامی ایران اسلحه و مهمات می‌رساند. ستاد مشترک ارتش به نیروی هوایی دستور می‌دهد تا با پوشش هوایی منطقه مانع این کار شود. از 2 ماه قبل از شروع جنگ ما شروع کردیم یکی یکی خلبان‌ها چک کردن. خلبان‌ها که 18 ماه پرواز نکرده بودن، هواپیمایی که مدت‌ها زمینگیر بودن، هم بچه‌های فنی سری هواپیما رو آماده کردن، هم ما خلبان‌ها رو دونه دونه چک کردیم و فرستادیم منطقه جنگی. تام کوپر، محقق و نویسنده کتاب اسکادران‌های F-14 ایران در جنگ، معتقد است اولین شکار F-14ها یک فروند از همان بالگردهای عراقی متجاوز است. یک فروند بالگرد میل عراق. با آغاز تابستان 1359 ارتش صدام علاوه بر خمپاره باران پاسگاه‌های مرزی ایران و درگیری مستقیم با مرزبانان ایرانی، نیروهای پراکنده لشکر 92 زرهی مستقر در خطوط مرز ایران نیز بمباران می‌کنند. گسترش درگیری‌ها خواسته مقامات سیاسی ایران نیست. نیروی هوایی ایران در پاسخ به این حملات، عملیات محدودی را علیه پاسگاه‌های عراقی انجام می‌دهد. اون موقع درگیری مرزی بود، یعنی عراق می‌آمد پاسگاه ما رو بمباران می‌کرد. ما هم گاهی به تلافی همین کارو می‌کردیم و وقتی فانتوم‌ها می‌رفتن بمباران کنن، ما پوشش هوایی بلند می‌شدیم که برای محافظت از فانتوم‌ها. و تقریبا ما اینجوری تمام خلبانان را آوردیم تو کوران پرواز، همه حکومات فعال شدن. اولین شکار تایید شده F-14 های ایران در شهریور 1359 در همین عملیات ها توسط خلبان عطایی و پاشاپور به ثبت می رسد. در یکی از این پروازها که 19-6 بود داریم. ما پوشش و فانتوما بودیم. فانتوما ماموریتشون انجام دادن. برگشتن، من بودم. کابینه عقبم سلطان پاشاپور بود. من سرگرد بودم موقع. و جناب سرگرد رستمی بود که بعد تیمسار رستمی برای ستاد شدن. ایشون بود، کابینه عقبشون الان یادم نیست واقعا کی بود. ما ماموریت که انجام شد برگشتیم طرف اصفهان. رادار اعلام کرد که یه فروند هواپیمای عراقی داره به مرز نزدیک میشه، شما درگیر میشید باش. امام دستور داده بودن که به هیچ عنوان در داخل خاک عراق هواپیمایی نزنید، چون بهانه دست صدام میدیم، اگر تجاوز کردن بزنید. هواپیمای عراقی بازی خطرناکی را آغاز کرده بود. این هواپیمای عراقی ساعتها در نزدیکی مرز دور میزند تا توجه F-14 ها را به خود جلب کند، اما به محض آنکه F-14 ها آن را رهگیری میکنند به سمت داخل عراق برمیگردند. عطایی به سمت پایگاه اصفهان در حرکت است که برای سوختگیری تصمیم میگیرد تا در پایگاه دزفول بنشیند. من به رادار گفتم من میرم طرف دزفول. میشینم دزفول. ادامه که دادم را فاصله اعلام کرد که یک فروند یه چیزی مثلا بالای 50 مایل، الان دقیق مسافتش یادم نیست، پشت سر شما. من دیدم که این داره از همدان، طرف همدان میاد، یعنی طرف شمال داره میاد به طرف جنوب. برگشتم گفتم که مطمئنید دشمنه؟ گفت نه، منتظر باشید. اصطلاح انگلیسی من استنبای. من تو رادار قشنگ می‌دیدم ایشون داره میاد نزدیک میشه. گفتم که بالاخره تکلیف من روشن کنید، اگه دشمنی که درگیر بشیم. باز گفت نه، شما نزدیک بشید ولی منتظر باشید. که اعلام کرد که نه، قطعا دشمنه. و ما اصلا فکر نمی‌کردیم، چون تا اون روز اصلا عراق جرئت نمی‌کرد وارد خاک ما بشه. من به پاشاپور گفتم پاشاپور بزن. به من تعارف که گفتم معطل نکن بزن. چون این دگمه که فشار داد، ما چون تو F-5 من قبلا دیدم وقتی می‌زدیم موشک از سر بار بلافاصله میرفت. من دیدم که یه صدای ماده از من جدا شد. گفتم که آی پاشاپور مثل اینکه موشک افتاد، چون فینیکس اصلا نزده بودیم، نه تو ایران نه جای دیگه. همچنین خم شدیم، اپا رو گردوندیم به پهلو که ببینیم کجا افتاد. من دود رو دیدم که نه، یه دودی هستش. تازه یادم افتاد که ما یه زمان لانچ تو ایجکت داریم، یعنی وقتی شما میزنید موشک از هواپیما جدا میشه، اول میره پایین بعد اونجا آتیش میگیره. برگشتم صفحه رادار دیدم که نوشته مثلا 4 ثانیه 5 ثانیه بعد میخوره. همینجوری صفحه رادار نگاه میکردیم، 4 و 3 و 2 و 1 و 0 که شد، من دیدم هواپیما محو شد از صفحه رادار. اون پایینم نفر رادار خوشحال تبریک. بعد شنیدم مثلا از خوشحالی از حالم رفته بود که من بلافاصله اعلام کردم که دیگه بنزین اصلا ندارم، میشینم دزفول. رفتم طرف دزفول و دو سه بارم اعلام کردم که F-14، چون میدونستم دزفول ندیده پدافندش و وضعیتم قرمزه، اعلام کردم که من F-14 هم یه موقع اشتباه نکنم بزنم. خلبانان پایگاه دزفول عطایی را بر دوش میگیرند. او عصر همان روز به پایگاه خود برمیگردد. چند روز بعد خلبانان پایگاه شیراز اولین شکار خود را ثبت میکنند. به دنبال تجاوزات متعدد مرزی هواپیماها و نیروهای زمینی عراق به مرزهای کشور ما در شهریور ماه 59، در یکی از ماموریت‌هایی که ما مسئولیت پوشش هوایی مناطق مرزی رو داشتیم، من به اتفاق آقای سلطانی، قاسم سلطانی، در شمال اگر اشتباه نکنم همدان مشغول پرواز بودیم. خب هواپیماهای مختلف میمدن، هواپیماهای عراقی در نقاط مختلف میمدن که به مرز ما نزدیک بشن، با حضور ما میرفتن، و این کار ادامه داشت تا اینکه رادار آبدانان اعلام کرد که 2 فروند هواپیما اومدن رو مهران و دارن مهران رو بمباران میکنن. سری ما رو از منطقه که بودیم فراخوند به طرف مهران و ما اومدیم به طرف مهران. و زمانی من رسیدم رو مهران که درست پشت یکی از این هواپیما قرار گرفتم که داشت میرفت برای زدن بمب بعدیش. فاصلمون در حدود 11 مایل بود. موقعیتی بود که من سرعتم بالاتر از سرعت اون بود. حدود 220 نات سرعت من بیشتر از سرعتی که بود اون داشت و اوورتیک داشتم. همه چی آماده بود و قبل از اینکه اون بمبش رو بزنه من مجبور بودم هواپیما مورد اصابت قرار بدم که ما موشکمون رو فایر کردیم، شلیک کردیم و این 54 یا فینیکس موشک قدرتمند هوا به هوایی است که با رادار هواپیمای F-14 هدایت می شود. هر F-14 می تواند 6 موشک فینیکس حمل کند. برد این موشک در شرایط ایدئال شلیک 112 کیلومتر است. اما خلبانان ایرانی برای اطمینان بیشتر از برخورد موشک با هدف در اکثر موارد آن را از فاصله 40 تا 50 کیلومتری به هدف شلیک می کنند. موشک مستقیما به دنبال هدف نمی رود، بلکه مسیر احتمالی گذر آن را محاسبه کرده و به سمت آنجا می رود. از این رو فرار از دست آن بسیار مشکل است. بعد از چند صدم ثانیه، چون فاصله زیاد دور نبود، من اون آتش رو دیدم. دسک کرمانشاه، یکی از خلبانان F-5 بود که مسئول دسک بود در اونجا، اطلاع داد که لاشه هواپیما را پیدا کرد. این یکی از معدود دفعاتی در طول جنگ است که خلبانان F-14 موشک فینیکس را در تعقیب جنگنده‌های حریف شلیک کردند. هرچند منهدم کردن هواپیمای دشمن نهایت موفقیت یک خلبان شکاری است، اما وظیفه یک خلبان جنگنده در وهله اول خنثی کردن مأموریت دشمن است. با خنثی کردن مأموریت دشمن علاوه بر حفظ تجهیزات و نیروهای خودی، هزینه سنگین پرواز هواپیما و بمب‌های بی هدف رها شده بر دشمن تحمیل می‌شود. با طولانی شدن جنگ، نیروی هوایی این راهبرد را بیشتر در پیش می‌گیرد. امیر خلیلی یکی از خلبانانی است که مأموریت خلبانان عراقی را ناکام گذاشته است. اولین درگیری که ما با هواپیماهای میگ 21 عراقی داشتیم قبل از جنگ به جهت تجاوزهای متعددی که عراقی‌ها به کشور عزیز اسلامیمون داشتن در منطقه غرب کشور بود. ما یه روزی با رادار دزفول در تماس بودیم، به یکی از خلبانان پرواز میکردم من به عنوان معلم. رادار دزفول از تهاجم 6 فروند هواپیمای میگ خبر داد. البته ما اون زمان هنوز قابلیت‌های موشکیمون مثل قابلیت‌هایی که حدود 6 ماه بعد از جنگ تحمیلی مهندسین ما، عزیزان ما فراهم کردن رو هواپیمای F-14 اون موقع نداشتیم. موشک‌های حرارتی رو اون موقع هنوز رو هواپیما ما نتونسته بودیم نصب کنیم. فقط موشک‌های فینیکس داشتیم و مسلسل هواپیما رو. من یادم بیاد که در ارتفاع در حقیقت 3000 پایی 3000 پایی با 6 فروند میگ 21 که تقریباً با فاصله های 100 متر و 200 متر سمت غرب در پرواز بودن درگیر شدیم. به نحوی درگیر شدیم که من وقتی از روی هواپیمای لیدر اینا رد می شدم، این کاغذی که روی پاش بود یا نقشه‌ای که روی پاش بود، وقتی برگشتم نقشه روی پای اینو دیدم. یعنی شاید مثلا به فاصله 3-4 متری بالایی رد شدیم و تاکتیکایی داشتیم به نام BID پس. همین حرکتی که بالا سر این لید میگه 21 انجام دادیم، فکر کنم دسته 6 فروندی رو ریخ به هم. یه چیزی حدود شاید ما نزدیک 30 تا 35 ثانیه با اینا درگیر شدیم. ما موشک حرارتی نداشتیم، فقط مستصل بود. ولی خب یکی از اهداف ما در به اصطلاح به عنوان خلبان‌های F-14 در دوران دفاع مقدس، جلوگیری کردن از تهاجم و توقف هواپیمای مهاجم عراقی بود. رکورد جهانی طولانی ترین زمان پرواز با یک جنگنده نیز در اختیار امیر خلیلی است. او با 8 بار سوختگیری هوایی نزدیک به 12 ساعت در داخل کابین F-14 در حال مأموریت بوده است. شاید در تاریخ هوانوردی هرگز چنین رکوردی به ثبت نرسد. در طول جنگ خلبانان F-14 مجبور بودند 4 تا 5 ساعت به گشت هوایی مشغول باشند. بسیاری از آنان رکورد 9 ساعت پرواز با جنگنده را به همراه دارند. همچنین خلبانان ایرانی هواپیمای F-14 رکورد سرنگونی 3 فروند هواپیما با یک تیر موشک را نیز به نام خود ثبت کردند. یک فروند F-14 ایرانی به خلبانی سروان عادلی و محمد مسبوق با یک تیر موشک دوربرد فینیکس هواپیمای عراقی را ساقط کرده است. سرهنگ اسدالله عادلی که اکنون ایام بازنشستگی خود را در خارج از کشور می‌گذراند، ماجرای آن روز را این گونه تعریف می‌کند. A few days after the war started, it was probably around 9:30 at night, which we took off toward our patrol area. ساعت 9:30 یادم از پایگاه بلند شدیم و وارد منطقه شدیم به سمت همون جزیره خارک. همین که می‌خواستیم وارد منطقه بشیم، من 3 فروند هواپیما رو فکر می‌کنم تو فاصله 65 مایلی اینها بودش در صفحه رادار مشاهده کردم، اینها که دارن به سمت خارک نزدیک میشن. We called radar and told him that we are spotting some aircraft that are coming toward Khark island. گفت من چیزی ندارم، شما از منطقه دور هستید، وارد منطقه بشید. این شاید تا اون زمان هم برای ما قابل رویت باشه هواپیما. اول 1 فروند هواپیما به نظرم اومد، بعد که فاصله اون نزدیک شد به صورت 2 فروند و بعد به صورت 3 فروند که خیلی کلوز به هم نزدیک به هم پرواز میکردن روی صفحه رادار مشاهده کردم. So we start continuing and accelerating toward the area, actually getting closer to their flight path. So if we have to fire a missile, it could be as minimum as distance to the flight path. And finally, the radar replied, yeah, if we don't have anything in the area, just if you have it, just shoot them down. محضی که هواپیماها 2 تا و 3 تا شدن، خود سیستم رایانه هواپیما پرایتی هواپیماها رو که کدومشون برای ما ارجحیت دارند برای هدف زدن موشک، جلویی رو شماره 1 قرار داد و به تپ وسطی رو شماره 2 و پشت سریش هم شماره 3 قرار داده شد. اینها خاطر هم هستش ما تو رنج فاصله بین 25000 پا 26000 پا پرواز می‌کردیم. عدد 3 رو در کنار و هواپیما من درست یادمه، مخصوصا اولی یادمه 3 رو گذاشته بود که ارتفاع هواپیما باید بالاتر از 30000 پا اونا پرواز می‌کردن که داشتن می‌آمدن به سمت منطقه. So we continue to the range that it was the optimum range for the missile to shoot the airplane. We were above 20,000 feet and they were flying really low. Even though it was night, they were flying probably about 1,000 feet or 1,200, 2,000 feet, between 1,000 and 2,000. من به جناب عادلی گفتم اگه بخوایم این هواپیما رو بزنیم، من میگم وسطیش رو بزنیم. اگه ما وسطی رو بزنیم با این نزدیکی که اینا اگه 3 فروند باشن دارن به هم نزدیک پرواز میکنن، احتمالاً اصابت وسطی و به حساب عملکرد واحد موشک فینیکس باعث میشه که اون 2 فروند دیگه هم مورد اصابت یا آسیب پذیری قرار بگیرن. به واسه که موشک از هواپیما جدا شد، خب کانتر به حساب زمان از دست دادن موشک که از دور میشه از هواپیما روی صفحه رادار مشخص شد و به واسه که سرو شد، من دیگه چیزی از اون ایندیکیشنایی که از هدف روی صفحه رادار داشتم دیگه روی صفحه رادار مشاهده نکردم. برام مشخص شد که این هواپیماها، من فکر نمی‌کردم هر سه تاش باید خورده باشه، ولی حدس می‌زدم که با اون تصمیمی که گرفتیم باید هر سه تاش رو مورد اصابت قرار گرفته باشه. این By the time, you know, our missile hit the target, it was just reaching the Khark island. And we just saw the splash and then we went back to our normal pattern. And the next day we find out, you know, they found more airplane parts at the crash site. So that was a confirmation for us that we could shoot, you know, those planes down. و لاشه‌های هر 3 فروند هواپیما روی جزیره خارک بعداً توسط پدافند تایید شد که 3 فروند توسط 1 فروند موشک مورد اصابت قرار گرفته شد. هنگامی که جنگ 8 ساله عراق بر علیه کشورمان به پایان رسید، F-14 ها ارزش خود را نمایان کرده بودند. حضور F-14 ها و قفل راداریان ها به تنهایی هزاران مأموریت هوایی عراق را ناکام کرد. از درگیری هایی که منجر به سرنگونی هواپیماهای عراقی شده است، آمار دقیقی وجود ندارد. بعضی منابع غربی سرنگونی 250 پرنده عراقی را به F-14 ها نسبت می‌دهند، اما نیروی هوایی این رقم را قبول ندارد. ما به قول معروف اسپسیفیکلی به اصطلاح مخصوصاً به این موضوع نپرداختیم. یعنی اینکه بریم دقیقاً به این موضوع بپردازیم نپرداختیم. ولی تا اونجایی که من میدونم 260 فروند هواپیمای عراقی افتاده و بخش عمده درست افتادنشون رو خلبان‌های F-14 زدن. نه برای خاطر اینکه من خلبانم این حرفو بزنم، برای اینکه خلبان‌های F-14 ما هم یه F-14 میگیم و میگذریم، ولی وقتی جنگ شروع شد در 6 نقطه کشور مرز کشور خلبان‌های F-14 شروع کردن پرواز کردن 24 ساعته. تام کوپر، محقق و نویسنده اتریشی که درباره نبردهای هوایی در خاورمیانه تحقیق می کند، آمار دیگری از شکارهای F-14 روایت می کند. I know there are around 155 claims for Iraqi aircraft shot down by Iranian F-14s. And as far as I know, between 60 and 80 of these should have serious backgrounds. That means that they probably are based on serious engagements in terms of weapons being fired and something being hit, whether damaged or shot down. From the official Iraqi documentation, I know that the Iraqi Air Force concluded that it has lost 182 combat aircraft during the war with Iran to combat-related causes. That means these are aircraft that were either shot down or written off after returning to their air bases due to combat damage. There is also a number of at least 20, if not more, Iraqi combat aircraft that were lost under unknown circumstances. When we take away the aircraft, Iraqi combat aircraft, which we know were shot down by other means, but Iranian F-14s, there is a space of around 100 Iraqi losses, which occurred under unknown circumstances, for Iraqis under unknown circumstances. Sadly, in many cases, circumstances remain unknown for Iranians as well. Pilot and RIO would do their task as trained. They would fire their Phoenix missile. This would thunder away, and all means they had to, in order left to track what is going on, there are a clock showing the time to impact and their radar screens. So often there was nothing else, no other sign of the missile hitting its target, but the target disappearing from the screen, from the display in front of the pilot and the RIO. Under such circumstances, very often the Iranian Air Force obviously did not confirm a kill.